سلام حال شما خوب هستین امروز میخوایم با هم یه ذره جدی تر صحبت بکنیم راجع به تعادل نش و به صورت ریاضی اون رو تعریف بکنیم و برای این کار من میخوام شروع کنم اول یه خورده حوصلتون رو سر ببرم و یک سری علامت گذاری یا نوتیشن تعریف بکنم که خیلی خیلی حالا حالا ها ما با این علامت گذاری ها کار خواهیم کرد خب عناصر یک بازی چی بود من گفتم اول از همه یک بازی شامل بازیگر هاست من میخوام از این به بعد بازیگر ها رو که میتونند یه نفر دو نفر یا هر تعداد نفری باشن تا ان نفر با این علامت نشون بدم یعنی یک یعنی بازیگر یک دو یعنی بازیگر دو و ان یعنی بازیگر ان خب حالا میبینید این عدد گذاری کجا من میخوام ازش استفاده بکنم دوما دومین عنصر بازی اکشن ها یا عملهایی بود که بازیگرها میتونن انجام بدن و من گفتم که اعمالی که هر بازیگر میتونه انجام بده یک مجموعه است من این مجموعه رو میتونم مثلا با A نشون بدم و بگم این A ای مجموعه یه کارهایی که یک بازیگر در اون بازی میتونه بکنه مثلا در بازی دو شرکتی که میتونستن قیمت بالا یا پایین انتخاب بکنن این مجموعه میشه بالا یا پایین و بعد من میام حالا یک علامت گذاری جدید میخوام استفاده بکنم و اون اینه که من با آ یک عمل بازیگر یک رو نشون میدم یعنی آ یک داره نشون میده که بازیگر یک چه انتخابی کرده عمل بازیگر اول یعنی من اگر مثلا بگم آ یک مساوی با قیمت بالا یعنی بازیگر اول من قیمت بالا رو انتخاب کرد و بنابراین در حالت کلی با آ, آ, آ آی آی, آی کوچیک اندیسی که داره یعنی عمل بازیگر آیوم پس این عمل بازیگر آیوم است خب تا الان که هیچ کار خاصی نکردم می فقط دارم یک سری علامت گذاری میکنم حالا من میام به این مجموعه عمل همه بازیگرها از یک تا ان خب مثلا اگر سه بازیگر داشته باشیم از یک تا سه اونها رو داخل پرانتز نشون میدم یعنی میگم این A1 A2 و A3 مثلا اگر N مساویه با 3 باشه این, اه این اه پدیده که اینجا الان من نوشتم داره به من نشون میده که همه بازیگرهای من چه اکشنی رو انتخاب کردن درسته یعنی من میتونم با استفاده از این پدیده نتیجه بازی رو پیش بینی کنم من به کل این پدیده به انگلیسی میگم یک اکشن پروفایل که طبیعتا فارسیش یک چیزی شبیه نمایه عمل میشه چون پروفایل رو در فیسبوک نمایه ترجمه کردن و این اکشن پروفایل کاملا مشخص میکنه خروجی بازی یا پیاف هایی که بازیگرها به دست میارن به ازای هر اکشن پروفایل رو بذارید من قبل از اینکه بیشتر از این شما رو گیج بکنم یک مثال حل بکنم بیاید یک بازی خیلی دوست داشتنی همه در حقیقت همه ما باهاش خاطره داریم و در نظر بگیریم بازی سنگ کاغذ قیچی خب دو نفر دارن با همین بازی رو میکنن یعنی بازیگرها نفر اول پس بازیگرها نفر اول و نفر دوم هستند اکشن ها یا اعمالی که این بازیگرها میتونن صورت بدن سنگ، کاغذ و قیچی هست یعنی هر کدوم رو بخوان میتونن رو بکنن و اون رو نشون بدن من میخوام الان چند تا از این اکشن پروفایل ها رو به شما نشون بدم ببینید یکی از اینها مثلا میتونه باشه A1 و A2 مساوی میتونه باشه با مثلا قیچی و سنگ معنی این اکشن پروفایل چی هست؟ معنی این هست که نفر اول آیک یعنی عمل بازیگر اول قیچیه و عمل بازیگر دوم سنگ خب این یکی از اکشن پروفایل ها هست خب الان شما میتونید بگید که ما چند تا از این اکشن پروفایل ها داریم اگر یادتون باشه از مبحث ترکیبیات یا یادتون هم نباشه الان میتونید حساب بکنید این آیک در مجموع میتونه سه حالت داشته باشه و این آدو هم در مجموع میتونه سه حالت داشته باشه در نتیجه ما در مجموع نه تا اکشن پروفایل خواهیم بود خب بذارید من مثلا یک اکشن پروفایل دیگر هم مثلا مثال بزنم مثلا یکی دیگه میتونه نفر اول همون قیچی رو بازی بکنه ولی نفر دوم مثلا این بار کاغذ رو بازی کنه یکی دیگه میتونه نفر اول همون قیچی رو بازی کنه و نفر دوم این بار اون هم قیچی رو بازی بکنه خب پس این الان شد سه تا اکشن پروفایلی که نفر اول در همه اونها قیچی بازی میکنه و خب نفر اول میتونه دو تا بازی دیگه هم بکنه که مجموع حالت ممکن همه میشه نه تا من به عنوان تمرین پیشنهاد میکنم اونها رو هم بنویسید خب حالا هر کدوم از این اکشن پروفایل ها یک نتیجه ای داره یعنی پیاف های بازی رو کاملا تعیین میکنه مثلا اگر نفر اول قیچی بازی بکنه و نفر دو سنگ اتفاقی که میافته اینه که نفر اول یک امتیاز از دست میده و نفر دوم یک امتیاز به دست میاره البته اینو میتونید با مثلا یعنی سبکی که خودتون تو بازی نمره میدید خیلی ها اینجوری بازی میکنن که در این شرایط نفر اول هیچی به دست نمیره ولی نفر دوم یه امتیاز به دست میره یعنی بازی یکی به نفع نفر دوم میشه یا در این حالت اتفاقی که میفته اینه که نفر اول یک امتیاز به دست میاره و نفر دوم هیچی چون قیچی میتونه کاغذ رو از بین ببره و قیچی و قیچی هم که خب صفر و صفر یعنی مساوی میشن بنابراین یک اکشن پروفایل که مجموعه یعنی دقیقا داره نشون میده که تک تک بازیگرها دارن چه بازی در اون بازی میکنن تعیین میکنه اون نتیجه نهایی یا پیاف دقیقا ترجمهش میشه نتیجه نهایی بازی من خب خیلی هم خوب خب حالا اگر بریم سراغ اون عنصر سوم هر بازی که ترجیحات بود یا همین پیاف ها در حقیقت اینکه هر بازیگر چه خروجی رو ترجیح میده و از این بالا یادمون باشه که این اکشن پروفایل ها در حقیقت همه خروجی های ممکنه بازیان ما میتونیم بگیم که این ترجیحات در حقیقت روی همین اکشن پروفایل ها داره تحریف میشه خب یعنی دقیقا، بازیگر مثلا اول من میتونه بگه که برای اون حالت قیچی و کاغذ بهتر هست از حالت قیچی و سنگ یعنی ترجیحات خودش رو روی همه اینها مشخص بکنه برای اینکه من بتونم خیلی بهتر از این ترجیحات و این اکشن پروفایل هایی که تعریف کردم در به صورت ریاضی استفاده بکنم ما میایم یک تابهی تعریف میکنیم من میدونم که همه شما با تابه آشنایی دارید من میام یک تابه ای تعریف میکنم اسمش رو میذارم یو این یو رو هم به این دلیل میذارم که از یوتیلیتی به معنی مطلوبیت اومده و این یک این پایین به معنی اینه که این تابه دارم برای بازیگر اول تعریف میکنم من میخوام روی همین مثال سنگ ها از قیچی برم و بعد میگم یو یک یعنی مطلوبیتی که بازیگر اول من از قیچی و سنگ به دست میاره هست صفر یعنی اگر قیچی و سنگ بازی بشه هیچ سودی براش نداره یا میتونم بگم هست منفی یک حالا بسته به اینکه چه جوری تعریف بکنم این رو. خب پس یا مثلا بذارید یک مثال دیگه بزنم میتونم بگم یو یکه یعنی مصلوبیتی که بازیگر اول من از قیچی و کاغذ به دست میاره به این معنی که اگر بازیگر اول قیچی بازی بکنه و بازیگر دوم کاغذ این و به معنی اینه که این مال اوله این قیچی و این دومی مال بازیگر دوم در این صورت مطلوبیتی که به دست میاره یکه یعنی مطلوبیت بیشتری به دست میاره من یه جوری میتونم بگم در حقیقت مطلوبیت یو یک قیچی و کاغذ بزرگتر هست از یو یک مثلا قیچی و قیچی چون با قیچی و قیچی هیچ مطلوبیتی به دست نمی آورد صفر بود ولی با قیچی و کاغذ داره یه دونه مطلوبیت به دست میاد پس من میتونم اینجوری بیام یک تابه تعریف بکنم که برای هر کدوم از اکشن پروفایل ها برای هر کدوم از خروجی های ممکنه بازی بر اساس تصمیم گیری بازیگر ها بگم که اون بازیگر من داره چقدر مطلوبیت کسب میکنه و اونی که مطلوبیتش این تابه در اون از همه بزرگتره اونیه که بازیگر من از همه بیشتر دوست داره خب و در حالت کلی من میتونم بیام این رو به شکل مثلا یو یک آ یک و آ و مثلا آ تعریف بکنم یعنی اگر بازیگر یک یک بازی خاصی بکنه بازیگر دو یک بازی خاص دیگه ای بکنه و بازیگر سه یک بازی دیگه در این صورت سودی که بازیگر اول من به دست میاره مطلوبیتی که بازیگر اول من به دست میاره چقدر هست و من اسم این رو میذارم مثلا تابع مطلوبیت یا یوتیلیتی فانکشن این تابع مطلوبیت در همه جای علم اقتصاد ظاهر میشه یکی از جاهاش هم نظریه بازی هم هست خب من الان با یک مثال دیگه سعی میکنم اینو بیشتر برای شما جا بندازم خب پس بذارید من یه خورده الان اینجا رو مثلا پاک بکنم و امیدوارم که مثالی که جلسه قبل با هم را موردش صحبت کردیم با خورس رو یادتون باشه که یک خانومی بود یک آقایی بود دو تا گزینه داشتن برای کنسرت امشب باخ یا استراوینسکی و در حقیقت سودهایی که به دست می آوردن به این شکل بود که اگر با هم می رفتن باخ خانوم دو تا خوشحال می شد آقا سه تا به این که آقا باخ رو دوست داشت اگر با هم می رفتن استروینسکی برعکس می شود. ولی اگر با هم نمی رفتن در این صورت خیلی سودهای کمتری به دست می آوردن به این دلیل که با هم بودن خیلی براشون مهمه من الان میتونم بیام و این در حقیقت همه اینها رو برای این بازی تعریف بکنم اولا اکشنی که بازیگرها میتونن نشون بدن مجموعش هست بی و اس یعنی برن باخ یا برن اسراوینسکی. ثانیا اکشن پروفایل ها حالت های مختلفی که میتونه داشته باشه این هاست یعنی اکشن پروفایل برای دو بازیگر به این شکله یعنی بازیگر اول چی کار کنه بازیگر دوم چی کنه یه حالتش میتونه باشه B و B یعنی هر دو برن به باخ و من الان بازیگر اول رو خانوم تعریف میکنم بازیگر دوم رو آقا یه حالت دیگه میتونه باشه B و S به این معنی که خانوم بره به باخ آقا بره به که یعنی این حالت یه حالت میتونه باشه S و B و یک حالت دیگه میتونه باشه S و S به این معنی که هم خانم و هم آقا برن به استراوینسکی خب حالا من میتونم بیام همون یوتیلیتی فانکشنم رو تا به مطلوبیتم رو, رو روی هر کدوم از اینها تعریف بکنم مثلا من میتونم بگم که یو یعنی سودی که بازیگر یک که خانم باشه از B و B به دست میاره چقدر هست یعنی اگر بازیگر اول خانوم بره به باخ بازیگر دوم هم بره به باخ سودی که خانوم به دست میاره اینجا دو هست خب پس من الان این رو تعریف کردم یا من مثلا میتونم بگم یو 2 یعنی سودی که بازیگر دوم به دست میاره از مثلا اس و بی یعنی اگر خانوم بره به استراوینسکی آقا بره به باخ سودی که نصیب بازیگر دوم میشه هست یک به این دلیل که اینجا این ما الان خانم رفته اس آقا B و سودی که آقا به دست میاره یک هست من به همین ترتیب میتونم تابع مطلوبیت هر دو بازیگر رو برای هر چهار خروجی ممکنه بازی تعریف بکنم خب پس من امیدوارم که الان این علامت گذاری و این تعریف های من کاملا مشخص شده باشه حالا با توجه به این اینکه یک مقداری داره طولانی میشه این جلسه من نمیدونم تعادل نش رو اصلا. بذارید تعریف بکنم که این جلسه هم خورده با معنی بشه خب پس من به یک چنین پدیده ای آ یک آ دو تا آ ان گفتم یک اکشن پروفایل خب من میام اسم اینو میذارم آ یعنی این آ من یک بردار این شکلی هست که داره تعیین میکنه که تک تک بازیگرها دارن چی کار میکنن خب تعادل نش به صورت کاملا ریاضی و دقیق به این شکل تعریف میشه که یک آ استار مساوی با آ یک استار آ دو استار این ستاره فقط یک علامت گذاریه یعنی من الان فقط دارم میگم که یعنی یک بازی خاصی از بازیگرها یعنی من میتونم مثلا مد نظرم باشه مثلا باخ و باخ مثلا یعنی خانم و آقا هر دو برن به کنسرت باخ این میتونه یک یک حالت این ستاره فقط داره میگه که یک حالت مشخص از بازی این حالت مشخص از خروجی بازی این مجموعه تصمیم از بازیگرها یک تعادل نشه تعادل نشه است اگر و فقط اگر خب این یعنی اینکه اگر و فقط اگر ما این حالت رو داشته باشیم که مطلوبیتی که همه بازیگرها یعنی هر بازیگر آی از آ استار به دست میاره یعنی از در حقیقت مطلوبیتی که هر بازیگری از این حالت خاص به دست میاره از این تصمیم جمعی خاص این بزرگتر یا مساوی باشه از اه خب بذارید من اینو یه خود اول راحت تر کنم اینو بکنم یک یعنی من فعلا فقط دارم برای بازیگر یک این رو می نمیسن. یعنی اگر مطلوبیتی که بازیگر یک از این حالت خاص به دست میاره بزرگتر یا مساوی باشه از مطلوبیتی که بازیگر یک به ازای هر بازی دیگه ایش به دست میاره به شرطی که بقیه همون بازی خودشون رو بکنند ببینید این رو من ترجمه بکنم براتون ببینید این الان یک اکشن پروفایله یعنی یک مجموعه از بازی که بازیگرا دارن میکنن مثلا بی ببی این پایینی یعنی این اکشن پروفایل پایینی هم یک اکشن پروفایله و تنها فرقی با بالایی داره اینه که بازی بازیگر یک عوض شده یعنی مثلا به جای بی ببی بی ببی با که باخ و باخ بود مثلا بازیگر یک اس و بی بازی میکنه خب ولی بازیگرهای دیگه که اینجا فقط یک بازیگره هیچ کدوم بازیشون عوض نشه اگر مطلوبیتی که این بازیگر یک من از این بالایی به دست میاره بیشتر باشه از اینکه بازیش رو هر تغییری بده و این برای همه بازیگرها برقرار باشه یعنی برای یودو، یوسه و تا یو ما این حالت رو داشته باشیم مثلا من برای یودو همین رو بنویسم میشه یودوی آ یک ستاره آ دو ستاره و تا آ ستاره باید بزرگتر مساوی باشه از یو 2 آ 1 ستاره و آ دو یعنی اینجا بازیگر دو میتونه بازی خودش رو عوض بکنه و بقیه همون بازی خودشون رو بکنن در این صورت باید سودی که بازیگر دو به دست میاره در این حالت بیشتر باشه خب من چون هنوز تردید دارم که خیلی شفاف شده باشه این موضوع میخوام مو یکم بیشتر راجبش بهش حرف بزنم و خب شما هم ببخشید اگر این جلسه یک مقدار طولانی تر داره میشه ولی من بذارید صحبت بکنم ببینید تعریف غیر رسمی که من از تعادل نش گفتم هفته پیش چی بود در جلسه قبل من گفتم که تعادل نش نقطه ایه که در اون هیچ بازیگری با تغییر بازی خودش با تغییر بازی نتواند سود بیشتری کسب کند بیشتری کسب کند و یک فرض مهم داشت و اون اینکه بقیه بازیگرها بازیشون رو عوض نکنند بقیه بازیها عوض نشوند خب الان این تعریف ببینید چقدر دقیق داره این همین تعریف این بر رو تعریف میکنه چرا؟ چون داره میگه که یک نقطه خاص آ یعنی یک اکشن پروفایل خاص آستاره آی ستاره آ ستاره که آ یک ستاره دو ستاره تا آن ستاره میتونه باشه که این مثلا میتونه باشه باخ و باخ میتونه باشه قیچی و قیچی یا هر چیز دیگه ای این تعادل نشه اگر هیچ بازیگری نتونه سود بیشتری تغییر کنه کسب کنه با تغییر بازیش چرا من اینجا الان دارم میگم بازیگر یک اگر بازیش رو عوض بکنه در حالی که همه بازیشون رو ثابت نگه داشتن بازیگر یک مطلوبیتش بیشتر نشه یعنی در همین حالت اول سودش بیشتر یا مساوی باشه با حالت دوم من از این مجموعه اینجا یعنی از این عبارت نتیجه میگیرم که بازیگر یک انگیزه برای تغییر بازی ندارد انگیزه تغییر ندارد و اگر این برای همه برقرار باشه برای دو سه تا ان همه برقرار باشه یعنی هیچ کس انگیزه ای برای تغییر نداره و من در یک تعادل نش خواهم بود چون تعادل نش دقیقا تعریفش این هست که هیچ کس انگیزه ای برای تغییر نداشته باشه اگر هنوز این تعریف گیج کننده است حتما ویدئوی بعد رو ببینید چون میخوام یک مثال دقیقا از این تعریف حل بکنم فعلا خدافظ